رهبر انقلاب اسلامی همزمان با هفته منابع طبیعی بعد از ظهر امروز دو اصل نهال قرض کردند. عزمو منم اون شوخ و گل و برگ درختت، کتمو من آویزون کرده بودم به بند درختت. بیا با گزارش غلام قیانور، اگه با ما نیای تو پشت پا زدی به بخته. بله بینندگان عزیز، در این دم عیدی مقام عزمو در یک اقدام استراتژیک دو تا قرض درخت کشتن که خیلی اقدام خوبی بود. به سطح شهر میریم تا ببینیم امت همیشه در صحنه نظرشو در رابطه با این موزی چیه. با ما بیاد، خیلی خوشحال شدیم. دم عیدی. بله آقا، شما میشه خودتون رو برای بینندگان عزیز ما معرفی کنید و بگید چند سالتونی؟ بله، من نهال شتپور هستم که 30 سال مقام عظما من اینجا کاشتن. چه جالب، شما درخت چی هستی؟ من درخت زردالو بودم وقتی منو کاشتن، ولی تو این فتنه های اخیر شفتالو شدم. اینم از کرامات مقام عظماست. بعد اینجا کی بهتون آب میده؟ والا روزای اول خود مقام عظما بهم آب میدادن، ولی از اونجا که اینجا یه جای دور افتاده است و در جریان فتنه های اخیر، الان دیگه ملت همیشه در صحنه میان منو آبیاری میکنن. بینندگان عزیز، همونطور که میبینید یه برادر بسیجی زیر همون درختی که مقام عظما کاشته همینجا نشسته. میخوام نظرشون رو در رابطه با این اقدام مقام عظما در حوزه بین المللی و داخلی بپرسم. برادر بسیجی، نظرتون چیه؟ حتما من اول خدمت خود مقام عظما سلام میکنم، بعد درود میفرستم خدمت خود مقام عظما، از اون طرف عید و تبریک میگم به همه خود مقام عظما. اینا همه کنار، همونطور که میدونید این درختکاری بحث نمادینه و استراتژیک که خود مقام عظما ترتیبش داده. میشه بیشتر توضیح بدید برای ما و بینندگان عزیزمون؟ بله خواهش میکنم. به نظر من این درختکاری این فتنه های اخیر هست، آشوب هایی که بوده، کلا این بحث رو گرفته کامل چی خوابونده. دشمنان این بار شکست سختی خوردن، کامل شکست خوردن، این بحثشون کامل منتفی. این بحث درختکاری هم که خود مقام عظما کرده یه بحث استراتژیک معنوی عرفانی. الان من شما خودت مجسم کن پیش خودت، مقام عظما درخت آفتابه، چی تو نظرت میاد؟ آفتابه مقام عظما پوش درخت. نه نمیخواد بگی، نمیخواد بگی، نمیخواد بگی. هر کی واسه خودش یه تداعی میکنه، اما این به لحاظ عرفانیش بود که گفتم، اما به لحاظ سیاسیش مقام عظما با این کاری که کردن تمام این فتنه ها و آشوب ها رو تخت گرفتن، گرفتن چون خوابوندن. یعنی از این به بعد هر کی میخواد بیاد تو خیابون فتنه بکنه، آشوب بکنه، میخوره دنگ. از این خواص هم میخواد باشه، میخوره به اینجوری دنگ دنگ دنگ، میخوره به این درخته، میخوره به این درخته. آدم نشد یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار نشد، میبندیش به درخت. نشد همچی میکنیمش روی این درخته. یه چیزی به ذهنم زد، نکنه یه وقت دشمنای نظام بیان ریشه درخت رو از ته بکنن، اون موقع چی میشه؟ از ریشه درخت رو بکنن، یعنی برش دارن ها. اینکه حالا اینم یه جور بازم این وقتی که منگ باز دوباره یه راهکار داده گفته درخت بکنه، من نمیدونم اصلا باز دوباره تو خماری اینو گفته، من نمیدونم. آقا قطعش کن، قطعش کن بابا، معلومه با درخت نمیشه جلو این کارا رو گرفت. قطعش کن، قطعش کن آقا جون، نمیخوام نمیخوام. چی میگی تو؟ برو قطعش کن اینو بابا. اوه، یه جوون شاخ شمشاد از همونایی که مقام عظما با کشتن این درخت میخواست بهش رویه بده اینجا نشسته. شما شنیدین که مقام عظما دو قرض درخت در آغاز عید کاشتن برای رویه دادن به جوونا؟ جدی میفرمایید؟ واقعا خیلی خوشحال شدم، واقعا خیلی خوشحال شدم، اصلا روحیم خیلی رفت بالا، خیلی رفت بالا. الان یکی از اون بالا روحیه منو بندازه پایین. واقعا روحیم رفت بالا. من یه لحظه احساس کردم همه مشکلاتم حله. همه مثلا من مشکل مسکن داشتم، خب الان مثل کفتر میرم بالای درخت لونه میسازم، یعنی این حله. یا مثلا مشکل پوشاک برای عید بچه‌ها هست، خب این برگ درخت هست، بهترین پوششه، بهترین پوشش. یا مثلا میوه الان میگن گرونه، خب درخت میکاری میوه بده، امسال نده، سال دیگه نده، 20 سال دیگه. خلاصه یعنی میخوام بگم که درخت خیلی مفیده. من اصلا یه چشم اندازی رو تو زندگیم نمیدیدم، هیچ چشم اندازی رو. الان میرم خب بالای درخت راحت همه چشم اندازو کامل میبینم. یا خودم اصلا
ناامید شده بودم از زندگی. میگفتم چجوری به زندگیم خاتمه بدم. خب مقام عضو درخت کاشته، میرم از اون بالا خودم پرت میکنم با مخ میخورم زمین. خیلی تشکر میکنم. نشد، خودم اون بالا آویزون میکنم. نشد، تنه درخت میدم دست یکی میگم محکم بکوبه تو سرم، دستشون درد نکنه. واقعا مقام خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نه وایسا، وایسا دارم صحبت میکنم. چه خیلی متشکرم. دارم صحبت دارم میکنم. دارم میگم مقام عضو درخت کاشته، ما هم درخت میکنیم. همه گوش کنن، پیرمردی، پیرزنی، هر کی هستی واسه خودتی. باید درخت بکنی. مقام عضو درخت کاشته، من 30 سال دارم درخت میکنم. این نمیدونم ما دعوتو درخت بکنیم. مسئولین نظام بدانن، مسئولین تری بلا کل درختات کن. یعنی خودم صداتون رو نمیشنوم. درخت باید بکنی، همه هر وقت درخت بکنی شده باشه. ببخشید آقا، شما دارید چیکار میکنید اینجا؟ والا دارم به شباهت های درخت و مقام عظما فکر میکنم. مگه شباهت های هم هم دیگه دارن؟ گرفتی ما رو آقا. شما دقت کنید، درخت خودش ریشه داره، مقام عظما ریش داره، دو تپه. درخت شکوفه میزنه، مقام عظما هر شب بعد از بساطی که دارن شکوفه میزنن روی. حالا بیشتر از این نمیخوام بگم. عرض کنم که درخت تنه داره، مقام عظما کنه داره. عرض کنم که درخت کرم میذاره، مقام عظما کرم میریزه. عرض کنم خدمتتون که درخت شاخه داره، مقام عظما خودشون شاخ میزنه. میخواستم بدونم شما تا حالا به تفاوت‌های مقام عظما و درخت هم فکر کردی؟ والا به تفاوت‌هاش هم فکر کردم، به تفاوت‌هاش هم فکر کردم. درخت یه سایه‌ای داره، یه میوه‌ای میده، خلاصه آدم میشینه زیرش یه صفایی میکنه. مقام عظما این شلمشرتی بی‌هویت، بی‌بوته، هیچی نداره. عرض کنم خدمتتون چیزای دیگه هم هست اگه بخواید، بی‌وجوده. عرض کنم بازم هست اگه بخواید، من در خدمتتون میتونم تا آخر شب بشینم براتون از تفاوت‌های درخت و مقام عظما ببینم. بی‌ریشه ترین آدم روی دنیا. خیلی خوشحال شدم مصاحبتتون. بله بینندگان عزیز، همینجا دیگه بس این گزارشی بود از درخت‌کاری مقام عظما و تاثیرات اون در سطح شهر. تا گزارش بعدی، غلامرضا قیانوری از شما خداحافظی میکنه، شاخه مرکزی درخت، غلامرضا قیانوری.